ساعت قبل گفتم که دایه ابر بهاری را فرموده. آقا دایه ابر بهاری یه اضافه تشبیهی، بنات نبات یه اضافه تشبیهی، مهد زمین یه اضافه تشبیهی. پس سه تا اضافه تشبیهی بنویسیم. یعنی اگه معنی بخوام بکنم اینجوری میشه، دست ما نگاه کنی اینجا میگه ابر بهاری چجوری گیاه و نبات رو تو زمین نگهداری میکنه، همونجورم دایه بچه ها رو، بنات رو، بنت رو، دختر بچه ها رو در گهواره نگهداری میکنه. یعنی مانند دایه ابر گیاه را همچون بچه در زمینی که مثل گهواره هست نگهداری میکنه. یه بار دیگه، همان جوری که دایه از بچه تو گهواره نگهداری میکنه، ابرم از گیاهان واسه پروراندنشون در زمین نگهداری میکنه. متوجه شدین؟ سه تا اضافه تشبیهی درست کرده. دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. مثل دایه‌ای که بچه رو تو گهواره میپرورونه، به ابرم خداوند فرمان داده که گیاه رو در زمین بپرورونه، رشد بده. بگذرم. حله بچه ها؟ خب، درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته. آقا سریع یادداشت کن، ورق عربیه، فارسیش میشه همون برگ. خلعت هم که لباسی است که یه بزرگتری به کوچکتری میبخشد. به جامه و لباس میگن خلعت. یادداشت کردید؟ قبا هم که به اون لباسی میگن جلوباز، همون عبا دیگه که روی لباس دیگه میپوشن، مثل همین عبا. پس معنیش اینجوری میشه، نوروز که میشه، بهار که میشه، درختان مثل قبایی با برگ سبز رنگ پوشونده میشن. چطور یه آدم لباس عبای قبای سبز رنگ میپوشه، پوشانده میشه؟ نوروز که میاد، خلعت درختان هم مانند آن انسان که با قبا سبز میشه، از برگ درختان سبز میشه. معناش واضحه دیگه، نه؟ پس قبای ورق بنویسین اضافه تشبیهی باز. سبز که رنگشه، هیچی، بچه شبه. قبای ورق اضافه تشبیهی. اون وقت دیدی بچه کلاه سفید بذاره رو سرش، میگه بهار که میشه شاخه های درختان هم مثل بچه ها که کلاه سرشون میذارن شکوفه رو سرشون میاد. یه بار دیگه، همچنان که روی شاخه ها، همچنان که روی سر بچه ها کلاه میذارن، بهار که میاد شکوفه هم روی سر شاخه ها میاد. یعنی کلاه مشبه به واسه شکوفه، بچه مشبه به واسه شاخه. یعنی همون جوری که کلاه رو سر بچه است، شکوفه هم سر شاخه است. گرفتین؟ پس یادداشت کن، اطفال شاخ یه اضافه تشبیهی، کلاه شکوفه یه اضافه تشبیهی. علکی ننویسین بله، به من درست جواب بدین. من توضیح دارم میدم، اینجوری جا میفته واسه تون. خیلی خوب، همچنان که روی شاخه شکوفه میاد میشینه، همچنان که روی سر بچه کلا میذارن،
روی شاخه هم شکوفه میاد میشینه. داره توضیح میده که بهار میشه چه جوری میشه. پس اطفال شاخ، این شاخ شاخ گاو نمیگه، شاخ منظور شاخه است، شاخه درختو میگه. اطفال قدوم بنویسیم به معنی رسیدن. قدوم جمع قدمه، ولی اینجا منظورش اگه سوال کردن ازتون بنویسین رسیدن. قدوم، قدوم به معنی رسیدن. موسم به معنی زمان. ربیع هم که میدونیم به معنی بهار. فعلش هم که میدونیم دیگه، اینا به قرینه حذف دیگه. درختان رو به خلعت نوروزی قوای سبز و ورق در بر گرفته است و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه و شکوفه بر سر نهاده است. دو تا است به قرینه معنوی حذفه، نه؟ پس یه بار دیگه سریع بگم: اطفال بچه ها، شاخ شاخه، قدوم رسیدن، موسم زمان هنگام، ربیع بهار، کلاه شکوفه هم که باز اضافه تشبیهی شد و بر سر نهاده. بگذرم. اساره به معنی شیره است، چکیده است، اساره است، افشوره است. تاک به معنی انگور. پس اساره شیره، تاک انگور. یادتون باشه تاک و موو و رز هم معنی. تاک و موو و رز به معنی انگور هم. واسه همین تاکستان میشه باغ انگور. برگ مو دیدی؟ دلمه درست میکنه مامان؟ مو، برگ مو. تاک و مو و رز انگور. اساره تاکی یعنی شیره انگور به قدرت او. او کیه؟ سری خداوند آفرید. شهد فائق شده. آقا فائق به معنی برتر. فائق به معنی برتر. شیره انگور به قدرت خداوند. شهد به معنی شیرینی، عسل. شهد فائق و برتر شده و تخم خرمایی به تربیتش، بازم اون شینکیست خداوند، به تربیت خداوند نخل بلند گشته است. باز دوباره شده است و گشته است اضافه چیزه. استش به قرینه معنوی حذفه. باسق هم که به معنی بلند شد با این حساب. یعنی یه حصه خرما به تربیت و پرورش خداوند، به اذن خداوند، به درخت نخل بلندی تبدیل شده. منظورش اینه. حله؟ ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه شد نهاد. در کارن اون وا، واو عطف، ابر و باد و مه و خورشید و فلک. مراعات نظیر یا تناسب بنویس سری. ابر و باد و مه و خورشید و فلک مراعات نظیر یا تناسب. همش نهاده. مجازن بنویس همه طبیعت، همه دنیا، همه پدیده های طبیعت. ابر و باد و مه و خورشید و فلک. فلک یعنی آسمان. فلک یعنی آسمان. ابر و باد و مه و خورشید و فلک
نهاد در کار مسند اند فل. الان این در کاری که اینجا هست مسنده، حالا اینا رو بعدا توضیح میدیم مسند چیه. این اندش هم اینجا یعنی هستند میشه فل. نوشتی؟ معنیش اینجوری میشه مجازن همه طبیعت و پدیده های دنیا مشغول هستن، در کار هستن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. تا تو بنده انسان الان هم نان بنویسین مجازن روزی، هم کف مجازن به دست آوری، به اختیار در آوری، به دست آوری، به کفاری مجاز. نان من فقط نون منظورش نیستش، نون بربری رو بخریم، منظورش اینه روزی تو. پس معنی بیت اینجوری شد تمام عناصر طبیعت مشغول هستن تا تو انسان روزی تو به دست بیاری و ناآگاه نخوری. غفلت بیخبری ناآگاهی. اسم فاعلش میشه غافل. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. سریع به این بگیم ببینم تو این بیت فعلی حذف شده است یا خیر. اگه هست کجاست، به چه قرینه ای؟ سریع. کجا؟ ناصر معنوی باری که الله کجا هست؟ همه از بحر تو سرگشته و فرمانبردار هستند. باریکالله بعد از فرمانبردار یه هستند به قرینه معنوی بنویس محذوف. یه هستند به قرینه معنوی محذوف. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار هستن، شرط انصاف نباشد که تو معنیش واضحه دیگه نه؟ میگه تمام دنیا دست به دست هم میدن که تو روزی تو به دست بیاری بیخبر نباشی. همه مطیع تو هستن. انصاف نیست که اون جایی که تو قرار هست که فرمان ببری فرمان نبری، مطیع نباشی، اطاعت نکنی. سریع بگو برم صفحه بعد. غالب شعر چیست؟ آفرین. دیگه یاد گرفتی دیگه نه؟ وقتی مصرع دوم فقط قافیه دارد باریکلا دیگه اشتباه نکردی. قطعه باریکلا. خیلی خوب، بریم صفحه بعد. در خبر است. در خبر است یعنی حدیث هست، حدیث آمده است، روایت شده، حدیث روایت شده. در خبر است یعنی حدیث است، گفته پیامبر صلی الله رو داره میگه. از سرور کائنات و مفخر موجودات و رحمت عالمیان و صفت آدمیان و تتمه دور زمان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی به جای اینکه مثلا بگه پیامبر صلی الله فرمود، به جای اینکه اینو بگه یه سطر و نیم قربون صدقه رفت سعدی. خیلی خوب، ما بدونیم چیه بسته دیگه، بفهمیم منظور کیه، نصف قضیه حل شد. حالا معنی کلمات هم یاد بگیریم. چی میگی با مرزا؟ از تلمیح استفاده کرده؟ کجا؟ همین که راجع به مصطفی داره حرف میزنه؟
پیامبر حدیث گفته، این کجاش تلمیه؟ به واقعی و داستانی اشاره نگرد که میگه از پیامبر حدیث هست که همه به اتفاق و حادثه و داستان خاصی اشاره نکرد که از پیامبر حرف داره میگه حدیث هست که نشد تلمیه. میخواد یه سخنی رو بگه که حالا جالبه تا این پایین، یعنی اینجایی که نوشته هرگه، نگاه کن زبدر میزنم، دیدی؟ اینجا تازه سخن پیامبر رو میگه چی بوده. یه سطر و نیم اون بالا و دو سه بیت شعر فقط توضیح داده که مثلا پیامبر دوست داریم اینجوری، هنوز نگفته در خبر است، حدیث است، چی حدیث است، اون پایین تازه گفته. خب اونجایی که قربون صدقه رفته ببینیم چی گفته. در خبر است از سرور کائنات کائن به معنی از کون میاد، کون به معنی هستی، کائن یعنی هست شده، کائنات هست شدگان، واسه همین کائنات معنی موجودات میده. یه بار دیگه کون به معنی هستیه، کائن به معنی آنچه که کون یافته، آنچه که هستی یافته، آنچه که زیست میکنه، موجود است. کائنات یا کائنات در واقع میشه موجودات، فارسیش میشه باشندگان، حالا کاری نداره. حدیث هست از سرور آقای کائنات، البته اغراق هم داره. چرا؟ چون کائنات که داره میگه، موجودات که میگه، مریخ و اورانوس و کهکشان و نپتون و کل هستی و کهکشان و راه شیری و همه رو داره میگه، افتخار ایناست، در صورتی که پیامبر مسلمانانه. اعتقاد ما اینه، برای ما محترمه ها، ولی وقتی ما میگیم موجودات دیگه کلیمی و مسیحی و نمیدونم زرتشتی و لایک چیکار دارن که حالا کی چیکار کرد، واسه همین اغراق محسوب میشه. ولی ما طبق اعتقاد خودمون میگیم نه دیگه هست دیگه، خب ما میگیم هست دیگه، اون یکی میگه مسیحه، اون یکی میگه زرتشته، اون یکی میگه نه آقا مفخر موجودات موسیه. به همین خاطر اغراق بعد حساب کنیم اینو. مفخر یعنی باعث افتخار، سبب افتخار، موجب افتخار، موازنه؟ نه، نه، موازنه بعد چند تا این بر با چند تا اون بر دو به دو هم وزن بشن، نه اینکه هم وزن رو پشت هم بیاری. متوجه میشی میگم؟ مثل اون یکی که گفته بودیم چند تا این بر چند تا اون بر دو به دو به هم ربط پیدا کنن، نه اینکه پشت هم مثلا تو بگی عالمیان آدمیان دور زمان، این نه. خب مفخر پس گفتم سبب افتخار، این چی میشه؟ مال شما نیستش، قبلا بود تو نظام قدیم دارم میگم، یعنی قدیم قدیم، یعنی این قبل شما 3-4 سال پیش هم نه، مال نظام قدیم قبلی بود که مثلا چند تا کلمه پشت هم اینجوری میومد آهنگین میکرد، یه تعریف دیگه ای داشت که اصلا مال شما نیستش، من واسه همین واردش نمیشم، شما ندارید. عرض کنم حضور شما که مفخر پس شد سبب افتخار، مفخر
سبب افتخار رحمت عالمیان صفوت برگزیده صفوت نخونی صفوت برگزیده تتمه یعنی سرانجام پایان آخر اتمام خاتم خاتمه پایان تتمه باقی مانده تتمه باقی مانده سرانجام انتها پایان دور زمان محمد مصطفی بدل بدل بلد این بچه ها رفع ابهام می کند از ما قبل خودش رفع ابهام می کند تتمه دور زمان صفت آدمیان کیست محمد مصطفی است محمد مصطفی میشه بدل توضیحی است و رفع ابهامی است برای ما قبل خود صلی الله علیه و آله و سلم هم که میدونین دیگه درود خداوند بر او و خاندان او باد تا اینجای کار اینجوری شد از پیامبر این حدیث هست بعد سه بیت هم میخواد راجع به پیامبر بگه بعد بگه حدیثش چیه اون پایین که ضرب در زدم حالا چی میگه؟ شفیع مطاع نبی کریم قسیم جسیم نسیم وسیم آقا واجارایی ایجاد شد همین اول بسم الله نه؟ قسیم جسیم نسیم وسیم واجارایی و جناس اختلافی یا ناهمسان چرا؟ چون این غاف و جیم و نون و واوش با هم فرق داره سیم 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 سیمش با هم یکیه پس می شود جناس ناقص اختلافی یا جناس ناهمسان اختلافی و واجارایی نوشتی؟ کلماتم سری معنی می کنم یادداشت کن شفیع یعنی شفاعت کننده کسی که میانجیگری می کند میانجیگری می کند شفاعت می کند مطاع بچه ها مطاع رو زیاد سوال میدن اشتباه نکنین یه مطیع داریم یه مطاع داریم مطیع به معنی فرمانبره مطاع به معنی فرمانروا مطیع آنکه اطاعت می کند مطاع آنکه اطاعت می شود مطیع اطاعت کننده مطاع اطاعت شونده واسه اینکه یادتون بمونه یک گوشه یادداشت کن یاد بمونه معمولا تو دربار و اینا میگن امر امر مطاع است یعنی امر پادشاه است حاکم است فرمانروا است یعنی آن که باید از او اطاعت کرد. خدا چون چی گفتم؟ نبی که پیامبره معنیش مشخصه جمعش میشه انبیا کریم به معنی بخشنده است اینم که معنیش مشخصه بلدیم کریم بخشنده نوشتیم؟
خب بریم ادامه. شفیع مطاع نبی کریم، قسیم جسیم نسیم وسیم. آقا قسیم به معنی صاحب جمال، زیبارو. قسیم از اون قسمت کننده هم میاد، ولی اینجا منظورش صاحب جماله، زیباروه. زیبارو صاحب جمال، جسیم یعنی خوشندام. سریع یاد داشت کن، جسیم به معنی خوشندام، نسیم یعنی خوشبو، نسیم یعنی خوشبو، وسیم یعنی دارای نشان پیامبری، دارای نشان پیامبری. بلغ العلی بکماله، بلغ العلی بکماله یعنی به واسطه کمالش به درجات بالا رسید. علی، عالی، بالا. بلغ العلی یعنی به درجات بالا رسید، به کماله به واسطه کمال و کامل بودنش. اون هی کماله به پیامبر برمیگرده. اگه سوال بود داریم می‌نویسیم بچه‌ها. به مرتبه بالا رسید به واسطه کمالش. کشف الدجا به جماله، کشف یعنی برکنار کرد، دجا یعنی تاریکی، تاریکی را، به جماله به واسطه جمال و زیباییش تاریکی ها را کنار زد، تاریکی ها را برطرف کرد، از بین برد. کشف. اما یجیب خوندید حالا، یکشف و سو، یکشف و همینه، کشف برکنار کردن، کنار زدن. دو جا یعنی تاریکی، کلمه دو جا تاریکیه. پس اینجوری شد، به درجات بالا رسید به واسطه کمالش تاریکی ها را برکنار زد، تاریکی را از بین برد به واسطه جمالش. اون هی پیامبره. حسن و جمیع و خصاله یعنی تمام صفتهای نیکو در او جمع است. جمیع یعنی همگی، خصال جمع خصلته، خصوصیت، خصلت. حسنت همه خصلتهای نیکو در او جمع است. صلوا علیه و آله، درود خدا بر او و خاندان او باد. واضح شد الان براتون؟ همه خصلت های نیکو در او جمع است. درود خدا بر او و خاندان او باد. بریم آخرین بیت. چه غم دیوار امت را. بچه ها ما امسال با هم دیگه تو عروض کار داریم ها. چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان. ما امسال با اینا کار داریم. چه غم دیوار امت را، مفاعیلن مفاعیلن که دارد چون تو پشتیبان. مفاعیلن مفاعیلن چه باک از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان. مفاعیلن 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 مفاعیلن. در واقع 8 مفاعیلنه نه، که اینو بعدا توی علوم فنون بهتون میگم. خب بریم این بیت رو هم یه اشاره‌ای بکنیم. چه غم دیوار امت را. دیوار امت
یادداشت کنین اضافه تشبیهی امت را بچه امت با ملت فرقش چیه؟ ملت مردمن، خلق مردم، اما امت به پیروان یک دین میگن، نه قوم، نه به پیروان یک دین، یک مذهب، یک مسلک، به پیروانش میگن امت. پس امت با ملت فرقش اینه، ملت ملت آقا مردمان کلا میشه ملت، اما پیروان یک آیین و مذهب رو میگن امت. دیوار امت اضافه تشبیهی، امت را به دیواری شبیه کرد. ببینم کی الان سری میگه چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان. المثال، کسی که پشتیبانی مانند تو دارد چه غمی دارد؟ هیچ غمی ندارد. بگو. استفهام انکاری باریکلا، استفهام انکاری یا پرسش تأکیدی، چه غمی دارد؟ هیچ. جواب معلومه چیه؟ جواب نمیخواد، معلومه چی میخوای بگی. چه غم دیوار امت را، پس بنویس دیوار امت اضافه تشبیهی. اگه سوال کردن گفتم منظور از تو کیست، چون تو پشتیبان، تو کیست؟ تو پیامبر باری کردم. باک به معنی ترس بنویس، باک یعنی ترس. چه باک از موج بحر، بحر دریا، کم سعیده بحر دریا، اون که میگفتی تلمید، تلمید دوست داشتی، الان باید بگی تلمیش کجاست. چه باک از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان. آفرین. اشاره دارد به داستان حضرت نوح و طوفان و کشتی، نه؟ تناسب هم داره دیگه، مراد نظیر، موج و بحر و نوح و کشتیبان و مراعات نظیر یا تناسب هم داریم. اونجا هم بفهم اگه سوال محال دادن یه وقتی حواست باشه. میگه چقدر دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان. ببخشید، امت رو چرا به دیوار شبیه کرد؟ قدیم این دیوارایی که کاگلی و قدیمی بود واسه این که نریزه، شاید هم دیده باشین تو شهرستان مرستان، تو ده روستا، یه جایی مثلا کنسلغون روستایی، جایی مثلا رفته باشین ولایت دیده باشین، این دیوارای کاگلی که شکمه میده و یه خورده قدیمیه واسه این که نریزه، یه چوبی، الواری، یه چیزی رو بهش تکیه میدن اینجوری. دست من نگاه کن، مثلا اگه این دیوار باشه اینجوری، این دیواره رو واسه اینکه نریزه یه چوب رو میان اینجوری بهش تکیه میدن که این دیواره نریزه پایین، نیاد پایین. به همین خاطر این به این چوبه، آره، کج تکیه میدن، به این چوبه میگن پشتیبان. حالا بیتو بهتر میفهمی. میگه امتی را که مانند دیوار است پشتیبانی مانند تو ای پیامبر داشته باشد چه غمی دارد. گرفتی؟ الان بهتر شد معنیش، نه؟ میگه امت رو اگه مثل یه دیوار فرض کنی، پشتیبانش که مراقبش نریزه پایین پیامبر باشه، چه غمی داره؟ مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که تو داخل دریا باشی موج بزنه کشتیبانت حضرت نوح باشه، مثل اون میمونه. مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه. یاد چیزی نمیافتین؟ شاید هم بلد نباشین، نمیدونم، ولی فکر میکنم معلمات تو کلاس این بر اون بر گفته باشن، شنیده باشین. یه مصرا تو مصرا اول اومد یه مطلب، مصرا دوم دوباره همونو با بیان دیگه گفت. مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه. بهش چی میگن بیتی که دوتا مصراش یه چیزو میگن و هر کدام هم مجزا معناشون کامله؟
نه علی بخشی، نه هادی. آفرین مسعود، مسعود تقوی باریکلا، اسلوب معادله باریکلا. موقوف المعانی که گفتی هادی، هادی موقوف المعانی که گفتی مال دو بیته نه یه بیت. موقوف المعانی یعنی معنای یه بیت با بیت یا بیت های بعد کامل بشه، نه تو یه بیت. مثلا چی میگم؟ من الان دارم صحبت یه بیت رو میکنم. دست من نگاه کنین این دوتا. بذار من اینجا بیا علامت مساوی گذاشتم بچه ها. بیتی که مصرع اول و مصرع دومش یه چیز بگن جوری که بشه جای دو مصرع رو با هم عوض کرد، به اون میگن اسلوب معادله. بله ناصر، تلمی هم گفتم داریم به حضرت نو دیگه. پس بنویسین اسلوب معادله دارد. اسلوب معادله چی شد؟ یه گوشه. حالا که بهش رسیدیم نه ولش کن، بعدن توی آرایه ها تو علوم فنون رسیدیم اسلوب معادله رو اونجا بگم دیگه، الان نگم که. الان فعلا فقط همینقدر بفهمید که چیه، تعریفش رو اونجا میگم بنویسیم. موافقین؟ آره، الان بفهمین چیه که آشنا باشه واسهتون، اونجا دارم میگم کارمون راحت تر باشه. ولی تعریفشو همونجا میگم، کنار هم دیگه بنویسین دیگه، تیکه پاره نشه. اسلوب معادله رو همونجا میگم، ولی الان ذهنیت داشته باش. یه بار دیگه بگم، یه بیت دو تا مصرعش یه چیزو بگن ولی با بیان مختلف، ولی هر دو تا یه چیزو بگن. فقط نکته ای که تو اسلوب معادله، بچه حواستون به منه، نکته ای که تو اسلوب معادله مهمه اینه که نباید حرف شاعر در مصرع اول ناتموم باشه. یه بار دیگه، حرف شاعر باید در مصرع اول کامل باشد، یعنی تو رو منتظر نگه ندارد. بیتی که مصرع اولش یا مصرع دومش ناتموم باشه، به مصرع دیگر وابسته باشد و تو رو منتظر نگه دارد، آن بیت مطمئنن اسلوب معادله ندارد. مثلا چون چی گفتم؟ پس بیتی اسلوب معادله داره که هر کدام از دو مصرع، چه مصرع اول چه مصرع دوم، معنا کامل باشد، شنونده یا خواننده منتظر نماند، جوری که بتوانیم جای دو مصرع رو با هم دیگه حتی عوض هم بکنیم. به این میگن اسلوب معادله. حله؟ خب بریم حالا سراغ تازه. میخواد بگه که سخن پیامبر چیه؟ تا اینجا همه رو گفت، در خبر است یعنی حدیث است از پیامبر، این حالا تازه میخواد حدیثه رو بگه. حالا سخنش چیه پیامبر میخواد بگه؟ این آشش خیلی هم قشنگه، خیلی هم قشنگه. من خیلی دوست دارم این سخنی که الان از پیامبر میخواد بیاره. سعدی بسیار زیباست، اینو یاد بگیرین، گوش کنین، خیلی به کارتون میاد. گوشتون با منه بچه ها؟ خیلی خوبه. آقا در خبر است از پیامبر. چی؟ اینی که میخوام بگم، هرگه که یکی از بندگان گناهکار پریشان روزگار، تا اینجا معنی واضحه دیگه نه؟ هر وقت یکی از بندگان گناهکار آشفته حال، این پریشان روزگار یعنی آشفته حال دیگه، یعنی داغون، دست انابت توبه، انابت توبه، به املاش هم دقت کن با الفه، به امید اجابت، اجابت به معنی پاسخ مثبت، به پاسخ مثبت میگن اجابت،
از جواب میاد اجابت. به درگاه حق جل و علا، جل و علا یعنی با شکوه و بلند مرتبه است، با شکوه و بلند مرتبه است. جل از جلال میاد، علا هم که از همون عالی میاد، علی متعالی، یعنی با شکوه و بلند مرتبه. پس تا اینجا معنی اینجوری شد: هر وقت یکی از بندگان گناهکار و آشفته حال دست توبه اضافه استاری، البته اضافه اقترانیه چون شما ندارین دیگه، همون اضافه استاری حساب کن، اقترانی دیگه به شما نمیگم چون قبلا بود، دست توبه به امید پاسخ مثبت گرفتن به درگاه حق یعنی خداوند بزرگ و بلند مرتبه برداره، ایزد تعالی ساکن گذاشته. ایزد تعالی نخونیم، ایزد تعالی یعنی خداوند بلند مرتبه در او نظر نکند. نظر نکند کنایه از این که بنویس توجهی نمی کند. بچه ها فهمیدین چی شد تا اینجا؟ یعنی چی؟ یکی از بندگان گناهکار آشفته حال دست توبه به درگاه خداوند به امید پاسخ مثبت گرفتن برداره، خداوند بزرگ و بلند مرتبه در او نظر نمی کنه، به او توجهی نمی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه اون بنده بچه بیدارین؟ دست توبه بلند میکنه میگه خدای البل، خداوند در اون نظر نمیکنه. چرا؟ چرا نظر نمیکنه تو همین جای کار؟ به خاطر اینکه اون بنده گناهکاره دیگه. آقا گناهکاری دیگه، گناهکاری. حالا اومدی گفتی خدایا فلان زهر مار، خدایا نداره که. میری هزار تا گناه میکنی بعد میگه خدایا. البته هزار تا گناه نمیکنه، چون کسی که هزار تا گناه بکنه و خیلی بد باشه دلش سیاهه، نه؟ نمیاد از خدا طلب مغفرت کنه، دلش سیاه میشه. نه، پریشان روزگاره، گناهکاره، پشیمون شد میاد، ولی باز با این وجود خداوند در اون نظر نکند، کنایه از اینکه به اون توجهی نمی کنه اولش. خب مگه هر کسی بیاد عذرخواهی کنه ما اول میبخشی؟ طرف بیاد میزنه مثلا محکم به پشتت، دوستت پشتت میسوزه، میگه عجب آدمی هستی، میگه آقا ببخشید، میگه بابا ولکن بابا، دوباره میاد میگه آقا ببخشید دیگه، منظور نداشتم، عذر میخوام. این هاشش، این قسمت. بازش بخواند، این شین کیه؟ خداونده. باز او را بخواند، شین مفعول، مرجع خدا، دوباره خداوند را صدا میزند، بندهه بندهه، ایزد تعالی در او نظر نکند، بندهه بازش بخواند، دوباره خدا را صدا میزنه، باز اعراض کند. اعراض روی برگرداندن، اعراض روی برگرداندن. اعراض روی برگرداندن. آقا باز دوباره التماس میکنه، بازم خداوند روی برمیگردونه. متوجه میشین چرا دیگه؟ نه، چون گناهکار بود دیگه. این ادامه میده، بار دیگر او را، بازم دوباره چه کسی را؟ بگیم نه 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 نه، خداوند را، بندهه بندهه، خداوند را، بار دیگر بندهه خداوند را، شین مفعول، به تضرع التماس، تضرع التماس، زاری،
به تضرع و زاری بخونن، باز دوباره خدا رو صدا میزنه. بچه‌ها اینجا رو میگم قشنگه، من خیلی دوست دارم اینو. از پیامبر صلی الله علیه و آله نگاه کن، هی به خدا میگه، خدا توجه نمیکنه، میگه برو بنده خطاکار، برو برو گاگول. بعد بنده خیلی التماس میکنه، این قسمت حق سبحانه و تعالی فرماید، یعنی خداوند پاک میفرماید و بلند مرتبه میفرماید، یا ملائکتی، ای فرشتگان من، قد استحییت من عبدی و لیس له غیری فقط غفرت له. ای فرشتگان من شرم میبرم، حیا میکنم از بندم، چرا که او غیر از من کسی را ندارد، فقط غفرت الله، پس او را آمرزیدم. بچه ها در شما اثر کرد یا گوگولی بیش نیستین؟ خدا وکیلی قشنگ نبود؟ خداوند میگه ای فرشتگان من، یا ملائکتی، قد استحییت من عبدی، من از بنده هم خجالت میکشم. کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار. بنده گناه کرده، اون میگه من. خیلی زیباست، خیلی زیباست، قشنگه، درس قشنگه. کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار. پس معنیشو بنویس، یا ملائکتی، ای فرشتگان من، قد استحییت من عبدی، من از بنده ام شرم میبرم، شرمسارم، خجالت میکشم. داریم میبینی؟ و لیس لهی، لیس یعنی نیست دیگه، ندارد، نیست، لیس، لیس له غیری فقط غفرت الله، لیس له غیری یعنی غیر از من کسی را ندارد، لیس له غیری یعنی غیر از من او کسی را ندارد، غیر از من برای او کسی نیست، فقط غفرت الله، پس آمرزیدم او را. حالا که جز من کسی را نداره، اینقدر پشت هم داره التماس میکنه، خجالتم میاد، شرمم میاد، نبخشایم او را. اون وقت ما یه بنده به خون هم تشنه ایم. بچه ها یه چیزی بگم بین خودمون میمونه، خانوادتون رو مورد لطف قرار بدین. برادر کوچیک داری، خواهر کوچیک داری، خواهر بزرگ داری، برادر بزرگ داری، پدر، مادر، اگه یه وقتی کسی دادی زد، حرفی زد، عصبانی بود، چیزی گفت، چیزی رو برداشت برد، اجازه نگه، هر چی بگذاریم. همین آقای سعدی که داریم این درس رو ازش میگیریم، یه دو بیت شعر خیلی زیبا داره بچه ها. یه دو بیت شعر خیلی زیبا داره در همین راستا. میگه غم زمانه خورم یا فراق یار کشم، به طاقتی که ندارم کدام بار کشم، چو میتوان به صبوری کشید جور عدو. عدو دشمن، آقا دشمن هر غلطی میخواد میکنه، ما صدامون در نمیاد، زورمون نمیرسه بهش. چو میتوان به صبوری کشید جور عدو، چرا صبور نباشم که جور یار کشم؟ خب اون داره هر کاری میکنه، من صدام در نمیاد، زورم بهش نمیرسه. اگه دوست، اگه یار، اگه مادر، اگه پدر، اگه داداش، خواهر یه کاری کرد، چرا صبور نباشم که جور یار کشم؟ خب اشکال نداره که بگذر، خداوند داره میگذره، میگه شرم دارم، التماس میکنه انقدر پشت هم به من. بله، یه بار دیگه میگه معنی رو بگو هادی. بله، یا ملائکتی، ای فرشتگان من، قد استحییت من عبدی، من خجالت میکشم از بنده‌ام، و لیس له غیری،
و او غیر من کسی را ندارد. فقط غفرت الله، پس او را آمرزیدم. دعوتش اجابت کردم. اجابت تکراریه دیگه، نه اون بالا داشتیم، به معنی پاسخ مثبت دادن. و امیدش برآوردم که از بسیاری، این یه مصدریه، یعنی بسیار بودن، بسیار بودن. و امیدش برآوردم که از بسیاری دعا و زاری بنده همی شد.